بسم الله الرحمن الرحیم. عقاب زخمیم و میتوانیم کشتن، مگر محال بود لحظه ای کنی رامم. من یک عده چشمگیری از دوستان پنشیری در کابل داشتم و با هم در ارتباط بودیم و در این شب و روز با عده زیادشان که در تماس میشم میبینم آخرین دیدار در واتسپشان تقریبا 10 روز 15 روز پیش بوده، میبینم آخرین دیدنشان در مسنجر تقریبا 7 روز 8 روز 10 روز پیش بوده. بالاخره یکی از دوستانم پیدا کردم و پرسیدم که این و این و این و این کجا هستند. برای من گفت که همه بندی شدند. به کدام جرم؟ گفتم اینا بچه هایی نبودند که درگیر با بچه های سرشور نبودند، بچه هایی بودند درس خوانده بودند. مدارج 2-3 نفری از اینا به تحصیلات عالی ماستری در دانشگاه از راه دور که وجود دارد او خوانده بودن و بچه هایی بودن کار میکردن، بچه هایی که به زور بازوی خود پیش میرفتن. در میانشان کسایی بودن که حتی من یک روزم لحجه و حرفی نشنیدم که من پنشیری هستم. در زمانی که اقتدارها در دست پنشیری ها بود کاری نکرده بودن و امروز آمدن اینها همه مثل جاروی برقی واری همه جارو شده و برده شده در داخل پل چرخی. ما یک مسئله را میخوایم یادآوری بکنم که همین لحظه زندان های پل چرخی در حال پر شدن از عده ای افرادی هستند که من به او زبان صحبت میکنم یا اونا به زبانی که من دارم تکلم میکنم صحبت میکنم. برای سردمدارانی که یک سره به نام پنشیری و با تذکره پنشیری میگیری میبری بندی میکنی برتون یک گپ میزنم. لالا جان درست است که یک 4 تا سردمدار بی‌ناموس الهی ناق وطن فروش مادر فروش مادر جنده آمدن با تاسف افراد ناخلف و افراد وحشتناک از ولایت پنشیر وارد شدند، در طول تاریخ دزدیدن و وحشتناکی کردند. ای به این معنا نیست که شما یک مردم سرشور منطقه و قریه را و یا ولایتی را و یا ولسوالی را شما را یک سره دستگیر کنین و به زندان ها بندازین. و یک مسئله را برتان میگم دوستان عزیز که فکر نگو که تمام پنشیری ها مثل 4 تا ناموس فروخته شدهش و آدم های وحشتناک و بیباکی باشه. شما زور پنشیری ها را ندیدین و فریاد پنشیری ها را نشنیدین و قدرت شکوی پنشیری ها را نمیدانین و ما به مسابقه یکی از آدم هایی که بالاتر از 20 سال در بین این مردم و از خود این مردم و از دیار این مردم است و میدانم که اگر باز پنشیری سرت خیست باز دیگه در پوزت میزنم. شما ای به این معنا نیست، ای منصفانه نیست که وقتی در پوزت فرماندهان برجسته مانند خالد امیری عزیز، مانند عصیب قای مرکز ارجمند، مانند وزیر شتل باشکو، این مردان عزیز و ارجمند ما که از کوبایه های مردخیز و قامت کشیده پنشیر وقتی به پوزت میزنه، تو باز میای 4 تا پنشیری بیچاره ای که در کابل زندگی میکنه و تا به هنوز نمیفهمه که چگونه شلیک میشه تفنگچه، چگونه شلیک میشه راکت، چگونه شلیک میشه، حتی تا به هنوز چاقو برشیر در دست نگرفه، اینا رو به زندان پل چرخی میندازی به جرم پنشیری بودن. ای آیا به نظرتان حکومت فراگیر هست؟ آیا ای به نظرتان حکومت عمری است؟ آیا ای به این معنا که دیگر ملیت ها حق دارند در این سرزمین؟ من برای شما چند وقت پیشم گفته بودم که شما افراد ناششته و ششته را میارین بالای قبر احمد شاه مسعود میشانین و عکس میگیرین و فرزندان هر رامیتان میارین بالای قبر احمد شاه مسعود استاد میکنین و عکس میگیرین و بعد این فاصله مردم با شما خیلی بیشتر میکنه و خیلی بیشتر میکنه. دوستی عزیز، شما در پنشیر به این منظور هیچگاه نمیتونین پیروز شوین که این سرزمین مردخیزی است که پدر از اوقات روز دونمو کوها و دونمو غارها جنگیده. تلفاتتان بالا میشه، نفاق در بین مردم بیشتر میشه، فاصله ها بیشتر میشه در بین مردم. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم یک تعداد از تاجیکای وحشتناکی هستن میایین میگن که تا دین روز خو این تو میگفتی، امروز چرا این تو میگی؟ لالا جان، همین ملیت تاجیک حق کل ما و شما رو یکسان داده، ما هم حق خود خراب کردیم. امروز ما میخوایم مسابقه یکی از آدم ها بگویم که صبری همه مردم لبریز میشه. من امروز به مسابقه یک تاجیک وقتی میبینم که تو هم تباران مرا یک سره در زندان ها اندخته میری، فاصله من با تو بیشتر میشه و فاصله مردم زیادی از تو بیشتر میشه. به این فکر نباش که گویا در داخل زندان پل چرخی پنشیری را پر کردی دیگه خلاص است. در پوزت میزنه، شدید میزنه و خطرناک خرابت میکنه. تمام جبه مقاومتی 4 تا صابونک ایتالیایی و رومانیایی و لندنی و فلانه نیست. جبه مقاومت اونمو خالد امیری است، اونمو فرمانده برجسته کمندوهایی که در زمان جمهوریت هم در پوزت میزد، آلیوم میزنه. کوشش نکو که
درزها ایجاد شود و درزها شدید شود و وحشتناک شود. سپاس.